ببینین این ماجرای پولشویی و این داستانا و دو تا لایحه‌ای که تصویب شد مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه پیش، اینا همه مربوط است به FATF. من یه توضیح کوتاهی بدم برای کسایی که احیانا خیلی دقیق نمیدونن قضیه چیه و اینکه چه اهمیتی داره FATF در پیوند با نظام جمهوری اسلامی. FATF یک گروه بین المللی است برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان. دفتر مرکزیش پاریسه. حدود 20 سال پیش تشکیل شد در نشست 19 سال پیش در نشست 7 کشور صنعتی جهان. الان 35 کشور به اضافه اتحادیه اروپا به اضافه شورای همکاری خلیج فارس عضو شدن و سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اینا سازمانهای ناظر بر FATF هن. یه لیست سیاه داره از کشورهای فاسد ترین کشورها، یعنی دو کشور در این لیست بودن، ایران و کره شمالی. کره شمالی اینا که با رنگ قرمز پررنگ دارین میبینین، قرمز دیگه من نمیم پررنگ و اینا رو. حالا ایران و کره شمالی هستن این دوتا کشور. کره شمالی همچنان تو این لیست هست. ایران در جریان برجام تعهد داد که دستورالعمل 40 ماده‌ای FATF رو اجرا کنه. یه سال اسمش از لیست به طور موقت در اومد تا اجرا کنه، اجرا نکرد. مهلت یک سالش تموم شد، باید برمیگشت تو لیست سیاه. درخواست تمدید تعلیق اسمش رو از لیست سیاه کرد. آقا یه سال دیگه هم در بیارین ما این کارو میکنیم. FATF موافقت کرد. آمریکا که از برجام اومد بیرون، جمهوری اسلامی رفت سراغ اروپایی‌ها، کمک خواست که الان هم در جریان هستین. در جواب یکی از خواسته های مهم اروپایی از جمهوری اسلامی این است که با FATF همکاری کن. خب همین سه ماه و چند روز پیش 30 خرداد رهبر معظم انقلاب سخنرانی فرمودند درباره FATF. بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه‌ای با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکن. مجلس هم در اجرای منویات پیشوا بررسی لوایح مربوط به FATF رو معلق کرده است، ولی فشار هر روز به جمهوری اسلامی بیشتر شده، مخصوصا با تحریم‌های آمریکا و ناگزیری دلبری جمهوری اسلامی از اروپایی. کمتر از یک ماه دیگه یک سال تمدیدش هم تموم میشه، دو سال تموم، بعدش چی میشه؟ اصولا کشوری که اسمش تو لیست سیاه این نهاد بین المللی یعنی FATF باشه، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. و از جمهوری اسلامی که بد هست بدتر میشه. به هر حال دوباره بحث FATF تو ایران راه افتاد. شورای نگهبان تو همین یکی دو هفته پیش، شورای نگهبان چند تا اصلاحیه زد تخت 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 روی کار قبلی مجلس که گفتم معلق کرد به دلیل حرفای خامنه‌ای، روی کار قبلیش، رو مصوبه قبلیش، لوایحی که دولت داده بود به مجلس تصویب شده بود، اونا رو اصلاح کرد. شورای نگهبان اصلاحیه داد که آقا جون بشین اینا رو اصلاح کنین و بعدم بدین مجمع تشخیص مصلحت. مجلس سه‌شنبه 3 مهر 97 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، یعنی همون تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر، اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کرد. اصلاحیه‌ای هست که با استناد به همین اصلاحیه شورای نگهبان مجلس این دو لایحه رو تصویب کرده. اصلاحیه اینه: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورای عالی امنیت ملی
تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی تعیین می کنه که کدوم بانکش و کدوم حسابش و کدوم معاملات بانکیش و تجاریش در جهان بازرسی و بررسی بشه. از کجا گزارش بده به FATF؟ خودش تعیین می خواد بکنه. یعنی ما نمیخوایم درباره تامین مالی حزب الله لبنان و حماس و مزدوران آفریقاییمون و بقیه گروهایی که تو یمن و سوریه و عراق و بقیه کشورها دارن از جانب ما بحران درست میکنن، جنگ نیابتی میکنن، آدم میکشن اطلاعات بدیم، چون نمیخوایم اینا از بین برن. اطلاعات شفاف درباره مسائل مالیمون نمیدیم، درباره وضعیت مالی حتی بانک‌ها و مؤسسات مالیمون داخل کشور اطلاعات شفاف رو همینا هم نمیدیم. هی پول گم میکنیم تا معلوم نشه چقدر پول کجا و چه جوری جابجا میکنیم. این نکته یه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها روش انگشت گذاشتن. آقا شما دلیل اینکه شفاف نیستین اینه. وقتی قضیه اینقدر واضحه چرا جمهوری اسلامی میزه هی میره پایین؟ من حرف می‌زنم. ببخشید. وقتی قضیه اینقدر واضحه چرا جمهوری اسلامی این بازی تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تو مجلس رو راه میندازه؟ واقعا چرا؟ لااقل یه دلیلش اینه. مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی میگه تنها کاری که دولت‌های جمهوری اسلامی انجام داده‌اند تلاش برای تعویق بحران بوده و در نتیجه دائما نگرانی از تبعات آن افزایش می‌یابد. جمهوری اسلامی بحران رو درست می‌کنه، بعد که بهش اعتراض میشه، حالا یا تظاهرات مردم در داخل یا تحریم بین‌المللی، اون وقت سعی می‌کنه زمان بخره به جای اینکه مستقیم روبرو بشه با بحرانی که خودش به وجود آورده و حلش کنه. زمان می‌خره تا شاید امام زمان ظهور بکنه، تا شاید فرجی بشه، نجات پیدا کنه. وگرنه روشنه که اجرای FATF یعنی پایان کار حزب الله لبنان و خیلی از نیروهای مزدور دیگه تو خاورمیانه و آفریقا. پایان کار قاچاق بین المللی مواد مخدر به دست فرماندهان سپاه. پایان کار گم شدن میلیاردها دلار از بانک‌ها و صندوق‌های دولتی ایران و پولشویی و هزار نشانه‌های فسادی که مسئولان جمهوری اسلامی آلوده شدن. سالی 6 میلیارد دلار تو سوریه خرج میکنه جمهوری اسلامی. سالی 700 میلیون تا 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان میده. به گزارش رویترز از ویکیلیکس ماهی 250 میلیون دلار به حماس ماهی. خب معلومه وقتی بره زیر بار FATF دیگه نمیتونه این پولا رو بده. این پولا خرج نیازهای مردم ایران باید باشه. در نظر بگیرین 550 فقط ببینین یه رقم 550 میلیارد تومان هزینه میکنه جمهوری اسلامی واسه جاده سازی مسیر اربعین تو عراق. یک چهارم این پول اگه خرج مدرسه های زلزله زده فقط غرب کشور بکنه حله. یک چهارم این پول جاده سازی اربعین و 70 تا مدرسه بیشتر دو شیفته، یعنی هر مدرسه حدود 200 تا دانش آموز داشته باشه میشه 14000 دانش آموز میتونن کلاس درس و مدرسه داشته باشن. نه فقط محرم و سفر براشون مهمتر از مدرسه و درس و بچه هاست، بچه هایی که باید فردای این مملکت رو بسازن. پولی که این مهمه، پولی که خرج این مراسم و اربعین و عزاداری و غیره میکنن، خیلی هاش پولای کثیفه. اینجوری پولشویی میکنن وگرنه یقشون رو میگیرن که این پول کلفت از کجا رفته تو حساب تو، از کجا آوردی؟ بالاخره یه چی در میاد؟ یا پولایی که تو شهرداری گم میشه کی و کجا میبره خرج میکنه؟ یکی از مراکز پولشویی همین بسیج شهرداریه. بودجه تعیین میکنن 5 میلیارد تومان برای اربعین. بعد همین 5 میلیارد تومان هم میشه 25 میلیارد تومان. این 25 میلیارد تومان هم تازه فقط نشانه ایست از پولایی که به اسم اربعین ها پولی میشه. ناظر شورای شهر تهران در ستاد اربعین شهرداری گفت سال گذشته که بودجه ستاد 5 میلیارد تومان بود، گزارش شد که
35 میلیارد تومان هزینه کرده است. البته این رقمی بود که آنها گزارش دادن، چرا که بعضن گزارش‌هایی به دست ما رسیده که بسیاری از مناطق شهرداری مبالغی را از پیمانکاران دریافت و هزینه کردن که هیچ کدام گزارش نشده است. این رقمایی ها واقعا که 35 میلیارد تومان تازه هیچی. ببینین به اسم محرم و اربعین چه پولای بی حساب کتابی جابجا میشه، هیچ جا هم ثبت نمیشه تا ردش گرفته نشه. راه بی دردسر پولشویی داخل مملکت. بودجه اربعین به صورت تنخواه به حساب مدیران واریز می شود و آنها در عراق این بودجه را خرج می کنند. شاید همین نحوه مصرف بوده که در برخی سالها بودجه مصوب تا سه برابر هم مصرف شده است. البته شهرداری هیچ زمان هیچ گزارشی به ما نداده و ما هم هیچ موقع متوجه نشدیم چه رقمی برای این موضوع هزینه می شود. تو هیئت‌های سینه‌زنی و مجالس عزاداری امام حسین هم همینطوره. این بخشی از پولشویی ریالی قاچاق و غیر قانونی به دست اومده است تو مؤسسات مالی و بازار و بانک‌ها و نهادهای بیدر و پیکر. بخش مهم دیگه این پولشویی خارج از ایرانه. برای مثال می‌بینیم جمهوری اسلامی تو کربلا بیمارستان می‌زنه، عمل جراحی مجانی می‌کنه. چقدر آدم میمیره تو ایران، چقدر آدم آویزونه، بدبخته، پوشکه توی بیمارستانا. اونجا عمل جراحی مجانی میشه. اولش آدم میگه ببین وضع مملکت و هزینه هایی که مردم باید برای بیمارستان و دوا درمون بدن و ندارن و جون میدن، اون وقت عمل جراحی مجانی میکنه این نظام مقدس توی کشور دیگه. بیمارستان سفیرالحسین علیه السلام در کنار حرم مطهر امام حسین علیه السلام به منظور انجام عملهای جراحی رایگان توسعه خواهد یافت. در نیمه اول سال جاری میلادی 3840 عمل جراحی اعم از عملهای جراحی کم خطر و پرخطر به طور رایگان در این بیمارستان صورت گرفته است. به گزارش شیعه ویوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، توسعه این بیمارستان در جوار ساختمان اصلی در دو طبقه و هر طبقه با 138 متر مربع مساحت انجام خواهد شد. فقط توی 6 ماه اول امسال 3840 عمل جراحی مجانی کرده. تازه قرار گسترشش بدن، چون از عمل مجانی استقبال شده در بیمارستان سفیرالحسین. این هم یه راه پولشویی واسه جمهوری اسلامی که با یه تیر دو نشون میزنه، هم ایدئولوژیش تبلیغ میکنه. سفیرالحسین و جمهوری ولایی اسلامی ایران و حکومت شیعه در عراق و تقویت بود. همین کار، هم پولایی که باید حساب کتاب داشته باشه و مبدا و مقصدش معلوم باشه تا نظام مالی بین المللی بپذیرتش، اینجوری بی حساب کتاب خرج میکنه. از کجا میاره؟ از قاچاق مواد مخدر و اسلحه. دکستر فیل کینز، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتسر، نوشته یکی از بزرگترین موفقیت‌های قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، متقاعد کردن دوستانش در دولت عراق است تا اجازه دهند هواپیماهای حامل سلاح و تجهیزات از طریق عراق به سوریه پرواز کنند. نظارت بر این پروازها به عهده هادی العامری، وزیر ترابری سابق عراق است که همپیمان دیرینه قاسم سلیمانی است. او در گذشته فرمانده سپاه بدر بود و به عنوان یک سرباز در صفوف قوای ایران علیه صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشت. سپاه بدر، حالا کاری به سپاه بدر نداریم که میدونیم که شاخه نظامی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق بوده این داستانه. خب نقل و انتقالات سپاه نیروی قدس سپاه بدیهی است که نمیتونه با هواپیمایی دولتی و رسمی کشور یعنی ایران ایر انجام بشه. قاعدتا قاچاقو که نمیشه با هواپیمای دولتی کرد. ماهان اولین شرکت خصوصی هواپیمایی ایران جمهوری اسلامی است و از اول قاسم سلیمانی فرمانده قدس در جریان کارش بوده. تو همون محلن میدونید دیگه، همون کرمان. حسین مرعشی، پسرعموی عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی، شرکت هواپیمایی ماهان را میندازه سال 1371، دوره رفسنجانی. ماهان زیر مجموعه مؤسسه مولا الموحدینه که مال مرعشی و سید یحیی جعفری امام جمعه سابق کرمان. مولا الموحدینه مؤسسه سرمایه گذاریه به اصطلاح که 100% سهام ماهان ایرو داره، 50% سهام کرمان خودرو رو. هواپیمایی ماهان تنها شرکت هواپیمایی ایرانه که غیر از خود مرعشی همه مدیراش و کارکنای ارشدش سپاهیه.
از حمید عرب نژاد مدیر عامل اجرایی ماهانر گرفته تا مسئول نیروی انسانی ماهانر تا مسئول کیترینگ اشتاب، خیلی از خلبانش. بذارین یه فرصت تکی داریم منم مختصری عرض کنم درباره این افراد که میگم. خود حمید عرب نژاد متولد روستای خانوک زرند کرمان، همون دهی که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور فعلی حسن روحانی توش متولد شده، نمیدونم هنوزم معاون پارلمانش هست یا نه، به هر حال مجید انصاری که دیگه میشناسید، حجت الاسلام. عرب نژاد مدیر عامل ماهانر دوره جنگ جزو تیپ سارالله بود که قاسم سلیمانی از بسیجی های کرمان تشکیل داده بود. تیپ سارالله میشه لشکر 41 سارالله که 3 گردان داشت. فرمانده گردان زرهی تجهیزاتش همین حمید عرب نژاد بود. بعد از جنگ حسین مرعشی پسرموی عفت همسر هاشمی رفسنجانی میاد حمید عرب نژاد رو میکنه مدیر عامل ماهان، قاعدتاً به توصیه قاسم سلیمانی که این جا به جایی تو کرمان هم اون موقع به ویژه همش با توصیه این فرد انجام میشد، فرمانده سپاه قدس. حمید عرب نژاد میشه مدیر عامل ماهان. بعد از 1-2 سال ماهان کاملا میفته دست سپاه. بذارین چند تا دیگه شون رو براتون بگم. حمید اصلانی، ایشون تو گروه های ضربت سپاه بود، میشه معاون منابع انسانی نیروی زمینی سپاه، همزمان معاونت نیروی انسانی ماهان ایر رو هم به عهده دارند ایشون. الان معاون اجرایی کل سپاه پاسدارانه. از وقتی شده معاون اجرایی کل سپاه، رسما مشاور حمید عرب نژاد مدیر عامل اجرایی ماهان ایر. بذارین رابطه قاسم سلیمانی رو با حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان از یکی از بستگان حمید عرب نژاد بشنوید. چیزی که آقای قاسم سلیمانی بگه به مدیریت ماهان امر مطاعه، یعنی نهی توش نیست، بدون اینکه کسی بفهمه، بدون اینکه رئیس مالی حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان بدونه، اون امر انجام میشه. چون سالهای سال آقای عرب نژاد سرباز زیر دست آقای سلیمانی بوده، فرمانده گردان زرهیش بوده، آقای قاسم سلیمانی کمک کرده که به حمید عرب نژاد از سپاه پاسداران جدا بشه و به مدیریت یک ایرلاین خصوصی بپیونده، در صورتی که یک سپاهی سردار به سادگی نمیتونه از سپاه جدا بشه و به یه شرکت خصوصی بپیونده. آیا استخدامایی که انجام میشه توی ماهان هم با نظر قاسم سلیمانیه یا هیچ ربطی نداره؟ اون پستای خاصی که توی شرکت هواپیمایی است، بالاخره شرکت هواپیمایی یه سری پستای خاصی داره، مثل خلبان، مثل مدیریت ها، معاونت هاش. خیلی از خلبان ها و مدیریت ها به سفارش آقای قاسم سلیمانی به حمید عرب نژاد هستش که وارد شرکت میشن. خیلی از فرزندای لشکر 41 سارالله کرمان فرزند خواهر قاسم سلیمانی اومده شده خلبان توی ماهان. خب از آدم های ارشد هواپیمایی ماهان که از دوره جنگ در سپاه بودن و جزو آدم های نزدیک به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هستن، حمید عسکریست کرمانی از فرمانده های لشکر 41 سارالله که مدت هم تو اطلاعات سپاه بوده. ایشون کیترینگ آرمان رو داره، درست گفتم، و این کیترینگ آرمان مسئول تهیه غذای ماهان ایر یا رئیس خلبانای ماهان سردار مهدی مقفوری، ایشون هم سپاهی کرمانی، خلبان هواپیمای ملخی سپاه بود. این هواپیماهای کوچیک توکانو که خلبانای سپاهی ماهانر همشون قبلا با همین توکانو ها میپریدن، بیشترشون از همکارا و اطرافیای قاسم سلیمانی فرمانده قدسن. یکی از دوستان که تو هواپیمایی کار میکنه برام نوشته که هواپیمای ایرباس یا بوئینگ 2 صندوق دارد جلو و عقب. به نظر شما چه علتی دارد که گشت سپاه کانتینرهای قفل شده را تا پای هواپیما همراهی کند، آن هم نه همیشه، گاهی در پرواز سوریه یا عراق؟ پس برای چه آمریکا ماهان را تحریم کرد؟ به علت همکاری با قدس. 1 خرداد 1394، 3 سال پیش، آمریکا شرکت هواپیمایی
عراق را به علت ارتباط با شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان تحریم کرد. دولت آمریکا نام شرکت هواپیمایی عناصر عراق را که دومین شرکت بزرگ هواپیمایی این کشور است به فهرست تحریم‌های تنبیهی مرتبط با تروریسم افزود. گفته می‌شود عناصر در قالب شرکتی پوششی به نیابت از شرکت هواپیمایی ماهان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل می‌کرده است. ببینید یه آدمی به اسم عبدالله علی الحی شرکت هواپیمایی پوششی ماهان رو در عراق تأسیس کرده برای انتقال سلاح به جهادی‌های خاورمیانه و جابجا کردن قاچاق مواد مخدر، پول به ویژه، همش پولشویی، همه پولی که رد و بدل میشه اینجا پول کثیفه. مقامات آمریکا شرکت عناصر را به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت انتقال جنگ افزار و نیروی متخصص به سراسر خاورمیانه متهم کرده است. عبدالله الحی تاجر شناخته شده سعودی که 25% سهام عناصر را در اختیار دارد، در ماه‌های اخیر جهت خرید 4 فروند هواپیمای ایرباس در آمریکا و انتقال آنها به ایران تلاش‌هایی را صورت داده است. بر اساس این حکم تحریم عناصر، 2 فروند از این هواپیماها به شکل موفقیت‌آمیز به جمهوری اسلامی منتقل شده، اما 2 هواپیمای دیگر پیش از ترک آمریکا توسط ماموران آمریکایی متوقف شدند. فاینانشال تایمز نوشت این 2 فروند از جمله 9 فروند هواپیمایی بود که به وسیله شرکت عناصر به ایران ارسال شدند. 7 فروند هواپیمای باقی مانده که همگی از نوع A340 هستند و پیش از این متعلق به شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک بودند، الهی از طریق شرکت‌هایی در اروپا خریداری کرد. و خب اینا مهمه. به گزارش اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا، آقای الحی بودجه لازم برای خرید این هواپیماها را از شرکت ماهان ایر دریافت کرد. این آقای عبدالله الحی که عکسش رو داشتین میدیدین کیه؟ یه شیعه سعودی است که سالهاست با جمهوری اسلامی و مشخصا قاسم سلیمانی در تامین تروریسم بین المللی کار میکنه. گذرنامه ایرانی هم داره. بخشی از سرمایه گذاری های سپاه در داخل کشور در ایران به اسم او انجام میشه به عنوان سرمایه گذار خارجی. تو مناقصه ها و مزایده ها شرکت میکنه به عنوان فرد سرمایه گذار خارجی و خلاصه عنصر نفوذی و قاچاق سپاه برای پولشویی. نمونه های شما براتون میگم. ببینید دیگه تیتر روزنامه رو: سرعت گرفتن روند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با همکاری سرمایه گذاران جدید خارجی. سرمایه گذار عربستانی در لرستان سرمایه گذاری میکند. سرمایه‌گذار کشت و صنعت لرستان گفت، یعنی همین عبدالله حی، اشتغال در لرستان افتخاری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در لرستان افتخاری است برای من. عبدالله حی در همایش هفته فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه لرستان منابع زیادی از جمله آب، خاک، علم و فرهنگ دارد اظهار کرد با وجود این همه نعمت الهی و قابلیت به چه علت لرستان اولین استان بیکار کشور است. آدم میخواد سرشو بکوبه به دیوار واقعا. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از کشت و صنعت لرستان بازدید کرد. وزیر ارتباطات از مجتمع کشت و صنعت لرستان بازدید کرد. مجتمع 1350 هکتاری کشت و صنعت و گردشگری صفایی لرستان که با روی کردی دانش بنیان و با محور صادرات ظرفیت های لرستان را مورد توجه جدی قرار داده با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد. تو ترجمهش 200 میلیون دلار دیده شده. تا الان که خدمت شما هستیم نزدیک 95 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که عبدالله الحی سرمایه گذار این تر میگوید آن را به مردم لرستان هدیه کرده است. بول مهم نیست، اعتقاد به واجب مهمتر. نوعد میذاشتیم پرده آخر. بذارین یه متنی رو براتون بخونم از ایرج عبدی نماینده. این که گفتم بذاریم پرده آخر به خاطر، نه به خاطر حدشی و حرف زدنش، به خاطر حق بازی و دروغگویی. خلاصه مطلب، حالا بذارین یه متن بخونم براتون از ایرج عبدی، دکتر ایرج عبدی نماینده سابق مجلس، درباره مناقصه کشت و صنعت لرستان تا روشن‌تر بشه که قاسم سلیمانی و عزیز جعفری و سپاه و عبدالحی دارن چیکار میکنن. ایشون نوشته، دکتر عبدی نوشته: دکتر روح الله فکوری صاحب بیمارستان شفا که انسانی بسیار توانمند و فکور بود، با تشویق دکتر عبدی یعنی خودش و با یک برنامه دقیق پا
به عرصه مناقصه گذاشت تا این مجتمع کشت و صنعت لرستان رو بخره. ایشان به دلیل بوروکراسی های شدید بانک ملی یکی از کارمندان خود را به مدت 2 ماه در تهران مستقر کرد تا تمام مراحل این 3 مناقصه برگزار شود. در واقع الحی بر سر حاضری آمده بود. بالاخره مناقصه 3 برگزار شد و جناب دکتر فکوری با قیمتی پایین تر از 20 میلیارد برنده مناقصه گردید. اینجا بود که جناب استاندار با دکتر فکوری همکاری نکرد، با رئیس بیمارستان شفا، و بر روی نفر دوم آقای الحی که قیمت پایین تری زده بود اصرار ورزید. بالاخره با از خودگذشتگی دکتر فکوری و تیم همراهش کشت و صنعت به الحی واگذار شد. خب این دیگه مجبور بوده بنویسه از خودگذشتگی و فلان دیگه، سپا و سلیمانی رفتن. بله، سرمایه گذار عرب کشت و صنعت در راه یک سرمایه گذاری دیگر در خرم‌آباد لر گسترش هم میده. این پولا رو عبدالله حی از عربستان با خودش برده که میکنه خرج میکنه تو ایران و اینا که میگن تحت تعقیب دولت عربستان هم هست. از هواپیمایی تحریم شده عراقی مثلا الناصر در میاره، بعد میاره تو ایران خرج میکنه. یا اصلا عبدالله حی یعنی قاسم سلیمانی خلاصه، و همه پولای کثیفی که این باند مافیایی سپاه جابجا میکنه. این وضع بازار ارز و طلا هم که بدبخت کرده مردم، اصلا همین مافیاست که بالای سرشون رهبر معظم نشسته. 2-3 ماه پیش بود دیگه، یادتونه؟ ببینید، 2 گروه بزرگ و معروف رو هم ما به لطف خدا تو بازار سکه زدیم و اینها رو دستگیر کردیم، که یکی از اونها که متاسفانه معروف است به سلطان سکه و هر کاری دلش میخواست در رابطه با سکه میکرد و هر جوری دلش میخواست سکه رو بالا و پایین میکرد، تقریبا 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد که در زمان توزیع در سال 96 که حالا اون فرد اسمش رو نمیبریم، حدود 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد و در زمان که لازم بود خودش این رو توزیع میکرد. نفرات این فرد تو بازار که راه میافتادن براشون مهم نبود قیمت سکه چقدره، باید همه سکه رو میخریدن، از تو بازار جمع میکردن میآوردن و بعدش هم دیگه قیمت سکه رو ایشون اجرا میکرد، در واقع تعیین میکرد. که این هم در یک کار بسیار اطلاعاتی بعد از 3-4 ماه تلاشی که ما کردیم، البته قبل از این 1-2 نفر از افراد این رو گرفتیم و خودش رو با تلاشی که عزیزان ما در پلیس آگاهی داشتن 2 شب گذشته در یک اقدام عملیاتی دستگیر کردم. خیلی زحمت کشیدن عزیزان ما در پلیس آگاهی تا تونستن سلطان سکه رو دستگیر کنن. سردار فرمانده پلیس که حرف میزنه، من نمیدونم واقعا اینا خودشونو به جهالت زدن یا خیال میکنن شنونده جاهل. آقا جان این حرفا چیه میزنی؟ سلطان سکه آقای مظلومین مأمور بوده از طرف بانک مرکزی که این کارا رو بکنه. حالا اسم رو گذاشتین سلطان سکه، سلطان سکه خامنه ایه، اونه که همه اینا رو داره، اونه که اینا رو میذاره سر کار، اونه که دولت رو منصوب میکنه، اونه که رئیس بانک مرکزی رو تایید میکنه، اونه که شما رو تایید میکنه که سر کار بمونید. پیشوا یعنی همین دیگه. چرا بی خودی میایین مصاحبه میکنین؟ فقط برای اینکه اطلاعات غلط بدین به مردمی که همه چیشون رو دزدیدین؟ مگه قوه قضاییه خودتون، حالا شاید منباب رقابت با دولت که دوستش نداره، مگه نگفت که بانک مرکزی رئیس سلطان سکه است؟ یکی از اینها وحید مظلومین هستش. این وحید مظلومین فرزند حبیب الله همون کسی است که سال 91 هم دستگیر شد، به همین اتهام هم براش کیفرخواست صادر شد، همون موقع هم به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست براش صادر شد، چون فعالیت بسیار گسترده و زیادی داشته در این حوزه. اون موقع وزارت، اون موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی، اینها اومدن و گفتن که آقا اینا همش با هماهنگی ما بوده و با نظر ما بوده
بنابراین دادگاه اون موقع حکمی علیهشون صادر نکرد. گفت خیلی خوب، اگر شما تایید میکنی، حراست بانک مرکزی تایید میکنه، بانک مرکزی هم رسما تایید میکنه، معاونت حقوقی بانک مرکزی هم اومد در دادگاه شرکت کرد و رسما و علنا گفت که آقا همه این کارها با دستور ما زیر نظر ما بوده. دادگاه اون موقع علیهش حکمی صادر نکرد. داشتم میخونم متن حرفاشو. این سال 91 هم همین کار رو میکرد، دستگیر شد و آزاد شد. فرمودن سخنگوی دستگاه عدل اسلامی. چرا؟ چون اعتراض عمومی مردم علیه مسببان این وضعیت اقتصادی مملکت خیلی مونده بود تا به سال 96 برسه. شورش دی ماه 96 خیلی مونده بود به اونجا برسه. دیگه وقتی ما اون وضعیت رو دیدیم باید بجنبیم. بس خراب میشه دیگه، نمیشه همینجوری بگیم فلان همه تقصیر رو باید بیفته گردن چند نفر که کارچاق کن و مأمور بانک مرکزی بودن. همه فلاکت موجود اقتصادی گردن ایناست. تو میدون آزادی هم میخوان اینا رو دار بزنن تا مردم به پولشون برسن. خب حالا این دفعه توجیهتون چیه که گرفتینشون و میگین مفسد فل ارزن و میخواین اعدامشون کنین؟ همین فرد ادامه داده با شبکه خودشون ادامه داده. چی شد؟ چرا قطع شد؟ خب حالا دوباره پخشش میکنیم. با شبکه خودشون ادامه داده. درسته بدیم من اینو بگم دوستان برای این قطع کردن که من این شبکه خودشون توضیح بدم. گفت چی؟ گفت همون سال ادامه، یعنی وقتی آزاد میشه آقای مظلومین که مأمور بانک مرکزی بود، بانک مرکزی ما شفاعت شو میکنه، آقا این مال خودمون آزادش کنیم فلان، آزاد میشه. وقت بعد از آزادی اجایی میگه که با شبکه خودشون ادامه داده. شبکه خودشون یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی. حالا بشه همین فرد ادامه داده، با شبکه خودشون ادامه داده بعد از اون هم. و این همون فردی است که باز نیروی انتظامی مطرح کرد که آقا ایشون در طول مثلا این مدت 2 تن طلا و 2 تن سکه مثلا فرض کنیم که خرید و فروش کرده که حالا بحث ارزش مهم هستش. و افراد دیگه ای که حالا باز وقت توهینی میگیرم، هر 18 تاش اینجا هستش و امسال هم اومدن گفتن که آقا اینها با حمایت بانک مرکزی و همراهی بانک مرکزی و بخشی از وزارت اطلاعات بوده که این دفعه ارزشون پذیرفته نشد. خب این درباره ارز. خب درباره طلا چی؟ از رؤسای اینا کیا رو گرفتی؟ در واقع آدم اصلی ها کیان؟